جنرال عبدالرازق در سال 1358 در ولسوالی سپین بولدکه ولایت قندهار زاده شد. او متعلق به قبیله اچکزی شاخه از ابدالی ها بود. در حدود 15 سالگی به اسارت طالبان درآمد و سپس موفق به فرار شد. جنبش نوظهور طالبان پدرش را کشت و کاکایش را از میله توپ یک تانگ به دار آویخت. در اوایل جوانی به همراه دیگر اعضای خانوارش که از کشتار طالبان نجات یافته بودند به پاکستان مهاجر شد. عبدالرازق تا سال 1380 در پاکستان دکانداری میکرد. در پاییز همین سال عبدالرازق 22 ساله به همراه گروه از جوانان اچکزی توسط گلاقا شیرزوی به حمایت امریکایی ها برای تسخیر قندهار تجهیز شد. مدتی پس از تسخیر قندهار عبدالرازق جوان و جسور از طرف متنفذین قبیلهش به فرماندهی ملیشه اچکزی ها انتخاب شد. کمی بعدتر به فرماندهی یک واحد پلیس سرحدی مستقر در سپین بولدک رسید. عبدالرازق به سرعت پله های رشد نظامی را طی کرد و سرانجام به رتبه جنرالی دست یافت. پس از کشته شدن خان محمد مجاهد در سال 1390 جایش را گرفت و به فرماندهی پلیس ولایت قندهار منصوب شد. جنرال عبدالرازق به دشمن قسم خورده ای طالبان شهره شد و در مصافهای شدید با طالبان شورشیان این گروه را در حوزه جنوب سرکوب کرد. او خانه ملا محمد عمر رهبر جنبش اسلامی طالبان را به عنوان مقر فرماندهیش برگزید. جنرال رازق در سال 1393 به سربازانش دستور داد هیچ جنگجوی طالب را زنده به او تحویل ندهند. او مکررن به نقض حقوق بشر و شکنجه زندانیان طالبان و مخالفانش در زندانهای شخصی متهم بود. دیدبان حقوق بشر او را به شکنجه سیستماتیک و غیرقانونی اسیران جنگی طالبان مثل شوک برقی، خفه کردن، خرد کردن بیزه و پمپ کردن آب به شکم متهم کرد. جنرال رازق همواره دو اتهام بزرگ وارد بر او مبنی بر دست داشتن در قاچاق مواد مخدر و نقض حقوق بشر را رد می‌کرد. پس از شیوع گزارش‌های مبنی بر احتمال برکناری او، دو جزیره قدرت در جنوب و شمال افغانستان متحد شدند. جنرال رازق به یکی از مخالفان رئیس جمهور اشرف غنی تبدیل شد و نشست قندهار را با حضور ائتلاف مخالفین سیاسی ارگ ریاست جمهوری در اواخر پاییز 1396 میزبانی کرد. پس از دست کم 30 سوءقصد نافرجام، عصر روز پنجشنبه 26 میزان جنرال عبدالرازق در تیراندازی مسلحانه در پایان یک نشست امنیتی مقامات نظامی و محلی قندهار با جنرال اسکات میلر فرمانده عمومی نیروهای حمایت قاطع در افغانستان کشته شد. طالبان مسئولیت این حمله مسلحانه را بر عهده گرفتند. منابع امنیتی ادعا کردند که عامل حمله گلبدین، یکی از محافظان زلمه ویسا، والی قندهار بوده است. ترور او واکنش‌های گسترده و بی‌پیشینه‌ای به راه انداخت. رهبران سیاسی، مقامات عالی رتبه و شهروندان افغانستان از تمامی اقوام و سراسر کشور در سوگ ترور او اظهار تأسف کردند. جنازه او پیش از چاشت روز پنجشنبه 26 میزان با حضور شمار از مقام‌های ارشد حکومتی، سیاسی و مردم قندهار در پارک خرقه شریف شهر قندهار به خاک سپرده شد.